حمله محسن چاوشی به قرآن سوزان در شهر استکهلم سوئد و صحبت‌های تندی که در این باره انجام داد. با ما تو این ویدیو همراه باشید، ماجرا به صورت کامل براتون توضیح میدم و صحبت‌های محسن چاوشی رو هم میشنویم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب، روز گذشته یکی از جنجالی ترین اتفاقات در سطح جهانی مجوزی بود که برای تجمع اعتراض آمیز علیه اسلام در کشور سوئد صادر شد و این اتفاق در روز عید قربان در جلوی مسجد اصلی سوئد اتفاق افتاد و یه فردی که حالا اصالتاً هم عراقی بودش اقدام به پاره کردن و آتش زدن قرآن زدش. این فرد که سلووان مومیکا نام داشت 37 سال سن داشت و از مهاجران عراقی سوئدی به شمار می اومد. اون در مسجدی که در میدان مدبورجار پلاستین در مرکز شهر استکهلم قرار داشت قرآن رو پاره کرد و بعد هم صفحاتی از اون رو آتش کشید. چند تا از دوستاش هم کنارش بودن که توی این تجمع شعارهایی رو با بلندگو ضد اسلام سر می دادن. توی این تجمع حدود 200 نفر در محل حادثه حضور داشتن و درگیری هم بین افراد مسلمان داخل مسجد و افرادی که حالا توی این تجمع اعتراضی حضور داشتن اتفاق افتاد که یک نفر هم توی این درگیری بازداشت شد که جالب بدونید اون فردی که قرآن و آتیش زد نبود، بلکه فردی بود که حالا به اون قرآن سوز حمله کرده بود و یه سنگ هم به سمتش پرتاب کرده بود. جالب بدونید که این فردی که حالا قرآن سوزی رو انجام داده و مجوز رسمی از ارگانهای مثل پلیس گرفته بود و اصلا کارش غیر قانونی نبود. قبلا پلیس سوئد با درخواست برگزاری تجمع اعتراضی و آتش زدن قرآن مخالفت کرده بود، اما توی 2 هفته اخیر دادگاه سوئد حکم پلیس رو رفع کرده بود و گفته بود که قرآن سوزی در راستای آزادی ابراز نظر هست و این مورد توی قانون اساسی سوئد تضمین کرده این موضوع رو. برخی افراد حاضر همزمان با این اتفاق در اعتراض به این اقدام شعار الله اکبر سر دادن و فضای اون محیط رو شلوغ و امنیتی کرده بودن. جالب بدونید که این فرد بعد از این اقدامی که انجام داد اصلا مورد بازداشت یا بازجویی پلیس قرار نگرفت، چون مجوزهای لازم رو داشت و بعدش هم گفته بودش که من تا 10 روز آینده باز همین کار رو انجام خواهم داد و باز هم قرآن سوزی رو در یک مسجد دیگه توی سوئد انجام میدم. بعد از این اقدام افراد مختلف نسبت به این ماجرا واکنش نشون دادن که یکی از جالبترین و متفاوتترین واکنش ها رو محسن چاوشی نسبت به این ماجرا داشت و با انتشار یه عکسی گفت تورات رو تغییر دادن، انجیل رو تغییر دادن، وقتی که نتونستن قرآن رو تغییر بدن اون رو سوزوندن. حالا باید ببینیم اون فردی که قرآن رو سوزونده باز هم این کار رو انجام میده یا مجبور به عذرخواهی میشه. به نظرتون کشور سوئد با مجوز دادن به این فرد باعث گوشه‌گیریش توی جهان نمیشه و خیلی از کشورهای عموما مسلمون نسبت به این اقدام کشور سوئد واکنش منفی نشون میدن، ممکنه روابطشون رو با سوئد محدود بکنن؟ حتما نظراتتون رو برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.